خب این جوانه براکلی میتونه هلیکوباکتر رو از بین ببره و در نتیجه سرطان معده جلوگیری بکنه. درست، نکته جالبی است و خب یافته خیلی خوبی است، برای اینکه سرطان معده که سرطان های به نسبت شایع هست و مرگ های ناشی از سرطان معده هم در بین سرطان ها باز خیلی شایع تر است و اثرات مفید براکلی رو خیلی وقتی که مشخص شده، مخصوصا اثراتی که میتونه برای پیشگیری از سرطان داشته باشه و مقابله با سرطان، و این مطالعه چون یک ماده خاص در فروده و این مطالعه اومده جوانه 3 روزه تازه براکلی رو در مطالعه استفاده کردن و بعد با اینکه میدونستن که اثرات ضد سرطانی داره ولی دلیلش اونقدر مشخص نبود. آیا هلیکوباکتر چی هست؟ هلیکوباکتر پایلوری باکتریه که میتونه در معده وجود داشته باشه و در و میتونه برخی رو مستعد ابتلا به سرطان های معده بکنه و خب زخم ها رو میتونه به وجود بیاره. البته همه رو نه، چون خیلی این باکتری دارن، ولی میتونه برخی رو مستعد بکنه. وقتی که مطالعه رو انجام دادن روز به مدت 8 هفته روزانه به این افراد 70 گرم جوونه تازه براکلی رو دادن و البته به دسته دیگه هم که داشتن مقایسه میکردن به اونها هم جوانی اونجا دادن که اینها رو با هم مقایسه بکنن و بعد در پایان 8 هفته با تست‌های مختلفی میشه وجود هلیکوباکتر رو سنجید. یعنی هم تست تنفسی میشه انجام داد، هم تست مدفوع میشه انجام داد، هم تست خونی میشه انجام داد. دیده شد که به میزان قابل توجهی این باکتری رو تونسته جوانه براکلی از بین ببره. ما الان اگر بخوایم هم چیکاری بکنیم باید حتما فرد آنتی بیوتیک مصرف کنه، چند تا آنتی بیوتیک رو طولانی مدت استفاده بکنه. در راهش فعلا این هست، ولی جوانه براکلی تونسته این کار رو بکنه و از لحاظ تئوری وقتی که تونسته اون رو کاهش بده، بنابراین میتونه بالقوه سرطان های معده رو هم کاهش بده. پس حتما باید فقط جوونش باشه، خود براکلی کمک نمیکنه. تو این مطالعه جوونه رو استفاده کردن، ولی خب اثرات مفید براکلی در اثرات مفید متعددیش مخصوصا اثرات ضد سرطانش قبلا مشخص شده بوده و مطالعات دیگه هم فقط جوونه رو استفاده نکردن، ولی این مطالعه خاص جوونه رو استفاده کرد.